سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی محبوب بیات، بازیگر قدیمی قبل از انقلاب کشورمون میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. محبوب بیات با نام اصلی کلثوم بیات مختاری متولد دوم اسفند 1328 در شهر مشهد. محبوب بیات دارای لیسانس بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای دراماتیکه. خانم بیات عضو تئاتر اداره فرهنگ و هنر مشهد از سال 1350 و بعد از اداره تئاتر تهران بوده. قبل از انقلاب در اداره فرهنگ و هنر مشهد یکی از اعضای تئاتر بود و سپس اداره تئاتر تهران رو بر عهده گرفت. محبوب بیات در عرصه بازیگری به صورت حرفه‌ای در فیلم سینمایی گوزن‌ها به کارگردانی مسعود کیمیایی در سال 1353 حضور یافت. فیلمی که در اون بازیگران شناخته شده‌ای همچون فرامرز غریبیان و بهروز وثوقی بازی می‌کردند. فیلم سینمایی گوزن‌ها یکی از کارهای ماندگار سینما به کارگردانی مسعود کیمیایی بود و سپس در سال 54 در فیلم پسر شرقی بازم به کارگردانی مسعود کیمیایی بازی کرد و در سال 1356 به پیشنهاد پرویز صیاد در فیلم در امتداد شب حضور یافت. فیلمی که در اون بازیگرانی همچون گوگوش و سعید کنگرانی و جهانگیر فروهر بازی می‌کردند. او قبل از انقلاب در تلویزیون ملی ایران نیز سابقه بازی داشته. در سال 1356 موفق شد 4 سریال معروف رو در تلویزیون بازی کنه. سریال های طلاق و خسرو میرزای دوم و لحظه و عشق پیری از جمله کارهای او در قبل از انقلاب بود. بعد از انقلاب در حالی که بسیاری از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون ممنوع کار شده بودند، خانم محبوب بیات موفق شد که به فعالیت هنری خودش ادامه بده. در سال 1358 در فیلم سینمایی فریاد مجاهد به کارگردانی مهدی معدنیان بازی کرد. در فیلمی که درباره شکنجه‌های ساواک علیه مبارزین انقلاب بود. در این فیلم بازیگرانی همچون بهمن مفید بازی می‌کردند. یک سال بعد در فیلم موج طوفان به کارگردانی منوچهر حامدی بازی کرد و موفق شد که حضور پررنگی در سینما داشته باشه. آخرین کار سینمایی او در ایران فیلم تولدت مبارک به کارگردانی سمیه زارعی نژاد در سال 1396 بود. او همچنین در فیلم‌های رسوایی، چند میگیری گریه کنی و آتش بس بازی کرده بود. در کارنامه هنری محبوب بیات همکاری با کارگردان‌های شناخته شده چون علی حاتمی، بهرام بیضایی، تحمین میلانی و سیروس الوند دیده میشه. خانم بیات در مدت زمان بازیگری خودش در تلویزیون و هم در سینما بازی کرده. محبوب بیات رو باید بیشتر بازیگر سینما بدونیم، چرا که 66% آثار وی سینمایی و 34% آثارش تلویزیونیه. محبوب بیات در سال 93 وقتی 65 سال داشت تصمیم به مهاجرت گرفت و به کشور فرانسه پناهنده شد و در اونجا زندگی میکنه. خانم بیات درباره بازی خودش در فیلم رسوایی سال 91 میگه رفتار مسعود دهنمکی و اطرافیانش اینقدر زشت و توهین‌آمیز بود که تمام مدت حضورم در لوکیشن عصبی بودم. من با ژانر فکری دهنمکی همسو نبودم و نیستم. به اصرار نورالدین گودرزی دستیار اول کارگردان سر کار رفتم و حالا خیلی پشیمونم. در سال 1374 سر فیلم بانی چاو در کرمانشاه یکی از بازیگران جوان به ما حمله کرد و میخواست من و همسر سابقم رو بکشه. درگیری پیش اومد و از اون زمان دچار محدودیت شدم. دلیل حمله این شخص رو نمیدونم، ولی وقتی از فرد مهاجم سوال پرسیدن چرا دست به این کار زده پاسخ داد که از او خواسته بودند که به شکلی من رو ناراحت کنم. ایشون در مورد راز جوونیش گفته ورزش مورد علاقه من یوگاه. البته نه یوگای بدنی، بیشتر یوگای ذهنی انجام میدم که به من آرامش وزن ناشدنی میده. این ورزش بدن من رو سرشار از انرژی میکنه. من اگه توانایی بدنی بیشتری داشتم قطعا ورزش های فیزیکی زیادی هم انجام میدادم. ایشون همچنین در ادامه گفته شهرت برای من باری نداشت. احترامی که مردم در ایران برای من قائل بودن باعث میشد تا آژانس و مغازه‌دار از من گرونتر بگیره. زمانی که میخواستم خونم رو بفروشم، بنگاه و املاکی میخواست سر من کلاه بذاره و خونم رو از دست من در بیاره. به خاطر اینکه فکر میکرد که پول دارم. این چه شهرتیه؟ این چه محبوبیتیه؟
همه هم قربون صدقه ی آدم میرن، اما میخوان جیب آدم رو خالی کنن. ایشون در مصاحبه‌ای گفته بود آخرین کار سینمایی او در ایران فیلم تولدت مبارک به کارگردانی سمیه زارعی نژاد در سال 96 بود. همچنین در فیلم‌های رسوایی، آتش بس، چند میگیری گریه کنی هم ایفای نقش کرده. ایشون در ادامه گفته بازیگری حرفه تخصصیه. از سوی دیگه من علاقه زیادی به لهجه‌های مختلف دارم و سعی می‌کنم بازی در آثاری رو بپذیرم که در اونها از لهجه‌های مختلف استفاده میشه. هنر بازیگر اینه که از پس سختی‌های کار بر بیاد. در سال‌های اخیر چند سریال بومی ساخته شد و از اونجایی که بازیگران نتونستن لهجه‌ها رو درست در بیارن، نه تنها در کارشون موفق نشدن، بلکه با نقدهای زیادی هم روبرو شدن. دلیل موفق نشدن این بازیگران به این دلیل بود که به شکل تخصصی به لهجه ها گوش نمیدن، بلکه فکر میکنن با تغییر فتحه و کسره میتونن یه لهجه رو درست ادا کنن، در حالی که اینطور نیست و صحبت کردن با لهجه های مختلف نیاز به وقت و آموزش درست داره. باید لهجه رو ریشه یابی کرد تا درست ادا بشه. از اونجایی که این کار تخصصیه و من رو به چالش وامی داره، برام شیرین و جذابه. بنابراین در سریالی این اجازه به من داده شد تا بتونم ویژگی زنان خراسانی رو به این نقش در بیارم. سعی کردم نقش بی بی برای بیننده قابل باور باشه. خوشبختانه حافظم یاری کرد و تونستم این نقش رو به قول معروف با نمک در بیارم. سعی میکنم به شخصیت ها نزدیک بشم و بهترین روش در این زمینه الهام گرفتن از شخصیت های واقعیه. سعی کردم نقشام شبیه به هم نباشه و هر کدوم ویژگی های منحصر به فرد خودش رو داشته باشه. کوتاه یا بلندی نقش برام مهم نیست. اگه کارنامه کاری من رو دیده باشید، متوجه میشید اندازه نقش برام اهمیت زیادی نداره. اون چه برام مهمه تأثیر نقشه. وقتی خانم پوران درخشنده فیلم هیس دخترها فریاد نمیزدن رو میساخت، یک روز صبح به من گفت که سر صحنه برم و نقشی رو بازی کنم. من همین کار رو انجام دادم. حتی این نقش خیلی هم دیالوگ نداره، اما اون رو پذیرفتم. اگه بازیگر به دنبال کوتاهی یا بلندی نقش باشه، فقط خودش رو درگیر حاشیه میکنه. من همیشه خودم میگم که خانوادگی بیات همه یک شکل‌های مجنون هستن و به همین دلیل شیطنت‌ها و شلوغی کودکی من از جنس خاصی بود. من کلن رومانتیکم. هنوز هم که سنی از من گذشته، وقتی با دختر عموهام خلوت میکنیم، باز در رویاهای خاص خودمون غرق میشیم. ایشون در ادامه گفته من در کودکی بسیار احساساتی و شاعر مسلک بودم. خودش معتقده علت موفقیت در اجرای نقشاش هم همین حس کنکاش شخصیتهاش بود. محبوب بیات از مشهد اومده. گرچه دیگه اون لهجه شیرین مشهدی رو نمیشه توی لحنش پیدا کرد، اما هنوز صراحت و غرور خراسانی رو با خودش داره. خودش گفته من به پتانسیل های خودم اعتقاد دارم. میدونم که توانایی هام در چه حدیه، پس دلیلی نمیبینم که زیر دین کسی قرار بگیرم تا بعدن موفقیت هام رو به جای خودم متوجه اون بدونم. شاید یک غرور نیشابوری هنوز در من وجود داره و به همین دلیل هم عمدتاً با هر کارگردان بیش از یک کار انجام ندادم، چون شاید با همین روحیه من کنار نمی اومدم. اونها بازیگری رو که مورد سوال قرارشون بده زیاد دوست ندارم. این یک مشکل عمده ی همه ی انسان هاست که در مقابل دیگران طاقت این که مورد اعتراض قرار بگیرن ندارن و من آدمی هستم که اعتراض میکنم به شرایطی که علیه من باشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.